در آستانه سالگرد شعار زن زندگی آزادی هستیم. این شعار بیش از دو دهه است که یکی از شعارهای اصلی حزب حیات آزاد کردستان پژاک بوده. زیلان وژین، رهبر مشترک پژاک، در مصاحبه‌ای که می‌بینید از مسیر دشواری که پیموده می‌گوید. او می‌گوید جنبش مهسا نشان داد بدون زنان تغییر ممکن نیست. در یکی از خانه‌های امن این حزب در مرز کردستان عراق با او دیدار و گفتگو کردم. می‌بینم از تفکر عبدالله اوجلان مشهور به آپو صحبت میکنی به عنوان رهبر خودتون. این تفکر فقط در چارچوب حزب پیکه باقی نمونده. ما هم به عنوان پژاک عبدالله اوجلان رو به عنوان رهبر خودمون قبول داریم و برای آزادی او هم در بالاترین سطح فعالیت میکنیم. ارتباط ما با پیکه در چارچوب مسئله ملیه. همانطور که با دیگر احزاب کردی ارتباط داریم، با پیکه هم در رابطه با مبارزه برای آزادی کردستان در ارتباطیم. چرا شعار زن زندگی آزادی تا این حد مؤثر بود؟ با پیشگامی زنان کرد شروع شد. ببینید زنان فارس مشکل هویت، زبان و فرهنگ ندارن. با زبان و فرهنگ خودشون زندگی میکنن. موجودیتشون به عنوان یک ملت در خطر نیست. اما برای زنان کرد اینطور نیست و ما باید هم برای زن بودن، هم برای زبان، فرهنگ و هویت ملی خودمون مبارزه کنیم. نسخه‌ای که شما برای آینده پس از جمهوری اسلامی پیشی چیه؟ حزب ما در چندین بعد آلترناتیف های گوناگون ارائه کرده. پژاک سال 2004 تأسیس شد و از سال 2014 یعنی 10 سال بعد متوجه شدیم که به چیزی فراتر از حزب سیاسی نیازه. به همین خاطر کدار، جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان رو تشکیل دادیم. سیستم کدار مدلیه که میتونه راه حل دموکراتیک برای همه خلقهای ایران باشه. هر ملت، هر قوم، هر دین و هر اعتقادی با فرهنگ و زبان و نمادهای خود میتونه بخشی از این سیستم باشه. اگر ما مشکل هویت کردی خودمون رو حل نکنیم، نمیتونیم مشکل بلوچ، عرب و آذری رو هم حل کنیم. باید از شرق کردستان به سمت بقیه ایران بریم. کوموله و دموکرات سابقه مبارزه طولانی در کردستان دارند و در مقابل جمهوری اسلامی بسیار جنگیدند و هزینه دادند، شهید دادند. اینها ارزشمنده و جای قدردانی داره. انقلاب زن زندگی آزادی زمینه خوبی فراهم کرد. کردها در این مرحله نمیتونن اسلحه را کنار بگذارند.